به خاطر کمکت خیلی ممنونم اجه. همه یه تابلوها مرتب شدن. دختر من همین جوریه، عاشق کمک کردنه. هر کاری از دستش برمیاد انجام میده، ولی من خیلی بهش کار نمیدم. آفرین دخترم، قربونت برم. کار خوبی کردی، کمک کردی، خیلی کار خوبی کردی. روز بخیر فضیلت خانم. روز شما هم بخیر کاظم خان جون. دختر چی کار کردی تو؟ ها؟ به کاظم خان کمک کردی؟ چقدر خوب. همیشه همینجوری باش دخترم، همیشه همینجوری خودتو تو دلشون جا کن. یه جوری جا کن که از پاره کردن عکست خجالت بکشن و انتخابت کنن. آفرین دخترم. من یکم سردم شده، میخوام برم تو. آره مادر، برو تو، برو تو، خیلی سرده، سرما میخوری. تمام این ور پریده ها بهت حسادت میکنن، چغلیتو میکنن، این ور اون ور همش زرزر میکنن. من برم یه سر به خواهرت بزنم و بیام. برو، از اتاق بیرون نمیای یا باشه. آفرین، برو دخترم، باریکلا. این مجسمه به من زل نزن، یه چیزی بگو. این دختره چجوری اومد تو اتاقت؟ ادای آدمای بی خبر رو در نیار که باور نمیکنم. جدی میگی؟ مگه همین چند دقیقه پیش تهدید نکردی همه چی به بابام میگی؟ نمیتونی اینجوری با من بازی کنی. امکان نداره باور کنم اون دختره دیشب اینجا خوابیده. آدمی زاده دیگه، هر چی دلش بخواد باور کنه باور میکنه. سینان، اینقدر با اعصاب من بازی نکن. اینقدر داد نزن بابا، گوشم داره از جیغات میسوزه. الان بهت نشون میدم سینان خان، این همون پلیبر نیست؟ حالم ازش به هم میخوره. اون دختره اینجوری گرفته بود داشت بوش میکرد. نیل، میگم تمومش کن لطفا. عشقم، الان تمومش میکنم. این همون پلیبر کهنه. ولش کن، زشته از ما دو تا دست. مگه نه؟ میکنی تو؟ ولش کن بابا. دستت سینان، دستت سینان، خیلی معذرت میخوام، به خاطر یه لباس کهنه دستتو بریدم. چی کار کردی؟ آخه چرا عقل نداری؟ به خاطر یه لباس کهنه به من میگی عقل ندارم؟ به خاطر یه تیکه آشغال؟ سینان داداش، اصلا حالا حوصله ندارم، میخوام برم بیرون. دستت چی شده؟ چیزی نشده، مهم نیست. پس واسه چی داره خون میاد؟ بیار. لازم نیست داداش. یه چسبی چیزی روش بزن، حالا هرجم خیلی بری برو. دوست دخترم دیشب روی این تخت خوابیده. نی پیاده میشم. الو عشقم، من الان جلوی در ویلام کنار دریا، مامانت الان رفت، یه لحظه بیا، میخوام یه خبر توپ بهت بدم، زود باش بیا. یاسین چی شده؟ چرا گریه میکنی اجه؟ باز چی شده؟ یاسین من یه کار خیلی بد کردم، من کار خیلی بدی کردم. بدبخت بیچاره، نمیدونه چی به سرش اومده. چه خبر شده؟ چی شده؟ چی شده؟ بله بی ریاضت اینجوری میشد خزان خانم؟ جون صابخونه رو به لبش رسید، بالاخره بیرونتون کرد راحت شد بیچاره.
ای خدا، چرا دوست دختر من باید دنبال عطر مردم باشه؟ اگه تو هم اینجوری بگی میذارم میرم یاسین. حالا من چی گفتم که بهت برخورد؟ من به خاطر خودت دارم میگم اجه، این چیه که به خاطرش وسوسه شدی؟ عطر بوی مردم غریبه؟ تو خودت همیشه بوی گل میدی اون وقت دنبال عطر مردمی؟ تو تا حالا به خاطر هیچی وسوسه نشدی یاسین؟ یه چیزی که نتونی به دستش بیاری، آرزوی یه چیزی رو داشته باشی و بدونی که هیچ وقت بهش نمیرسی. آره عطر بود، تهش یه عطر بود، قبول میکنم، اما دلم خواست بهش دست بزنم، بوش کنم. همین الان من گناهکارم، نه بیچارم. تو هم بیا لهم کن، متهمم کن، چون کار خیلی بدیه آدم دلش یه چیزی بخواد. خیلی زشته. نه نه اجه، چه ربطی داره دختر؟ هر کس تو رو له کنه من خودم لهش میکنم. ای خدا، این حرفا چیه میزنی؟ تو هیچ وقت چی دلت نخواسته چیه؟ من فقط یه چیز میخوام، اونم توی، فهمیدی؟ فقط یه آرزو دارم، اونم توی. از سینان عصبانی شدی؟ عصبانی نشم؟ نداری سخته، خیلی سخته. شما تجربهش نکردین ولی من تجربهش کردم. خیلی کوچیک بودم ولی هیچ وقت یادم نمیره که دیدم پدرم و پدر بزرگم چجوری تراش میکردن. هیچ وقت فراموش نکردم، به خصوص وقتی کوچکی، جوونی، یه چیزی رو میبینی ولی نمیتونی بهش دست بزنی، یه چیزی رو میخوای ولی نمیتونی به دست بیاری. خیلی سخته. این احساسات خیلی حقیقی و انسانیه. نمیشه به خاطرش کسی رو سرزنش کرد، نمیشه اونو نادیده گرفت. همیشه از جوونیت با غرور تعریف میکرده، هیچ وقت این بخششو نگفته بودی. چی شد که یاد قضیه این نداری افتادی؟ یهو یادم افتاد، دلیل خاصی نداره. تو رو خدا بس کن دیگه اجه، ارزش گریه نداره. میگم ردیفش میکنیم، قول میدم. اصلا عطر رو نشونم بده ببینم چیه. این بود. اسمش چیه؟ نمیدونم، از اون گروناست. اسمش هم ندونیم مهم نیست، فردا میریم یه لنگشو میخریم. واقعا میخریم؟ قصی میتونیم بخریم مگه نه؟ نه عشقم، چیز میکنیم، سند میذاریم میخریم. دختر یه دونه عطر دیگه، مگه تاش چنده؟ فردا میام دم مدرسه دنبالت، میریم میخریم. باشه؟ خوبه.
خودتو ناراحت نکن، میخرمش برات. باشه. عجله کنید، باید مریض رو ببریم آی‌سی‌یو. خانم محترم میشه لطفا بفرمایید بیرون؟ میخواست یه چیزی به من بگه. چی میخواستی به من بگی ساله؟ اینجا چی شده؟ فکر کنم پدرتون دنبال یه چیزی میگشته سلین خانم. چرا بوی مامانم میاد؟ آره، چقدرم دلنشین این بو. یکی عطر مامانم رو زده. کجاست؟ عطرش کجاست؟ تو میتونی بری. عطر مامانم رو زدی؟ بازم کلید اسرار دست زن داده شده. جواب بده، تو زدی یا نه؟ مهمون کوچولومون عطر مامانتو دزدیده و زده سلین جان. چی داری میگی؟ عطر مامانو دزدیده یعنی چی؟ اون دختر عطر مامانو دزدیده و هنوز اینجاست؟ اینو دیگه باید از بابات بپرسی، اون اصلا به اندازه تو حساسیت نشون نداد. کجاست؟ اون دختره کجاست؟ کجاست؟ اون دختره دوست بی همه چیز کجاست؟ دوست عوضی، دوست از یسر مامانم رو دوست دیاره؟ به چه حقی یسر مامانم رو برداشتی؟ یسر مامانم رو زدیاره؟ پاشو بمیرم. دلیل خانم، پاشو سر پا وایسا. دوست عوضی، دلیل خانم، دخالت نکن وگرنه بیرونت میکنم. پاشو، هنوز داره بو میده. تو به چه حقی دوستی کردی آخه؟ سلین چی کار میکنی تو؟ دلم کن. چی کار میکنی؟ سلین؟ بابا، این دختر عطر مامان. یک کلمه هم حرف نزن. بابا، باید همین ها رو عذرخواهی کنی. من هیچ وقت از اون دوست حفظی عذرخواهی نمی کنم. هی هی، خیلی داری زیاده روی می کنی. من زیاده روی می کنم داداش. آره، من اینجا چه خبره؟ تو حق نداری اینجوری رفتار کنی. نمیتونی تو خونه من با کسی بد رفتاری کنی. من تو رو اینجوری بزرگ کردم، مادرت اینجوری تربیتت کرد. آها، دزدی بی ادبی نیست، ولی کار من بی ادبیه بابا. آره، یا اون دوست از این خونه میره بیرون یا من میرم. دروازه کاظم. نگاه، تو رو خدا، مثل همیشه تلفنش خاموشه. ای خدای بزرگ، ای وای، باز دو تا ایسکا جلوتر پیاده شدم. مگه اینا عقل و حواس برای آدم میذارن؟ ای خدا، خزان از دست تو چیکار کنم؟ اوف. آه، این کریم خانم نیست؟ کار خدا رو ببین، نزدیک خونه این زنه پیاده شدم. خیلی خوبه. متنفرم از همه، متنفرم.
چی؟ اجازه میدی؟ از همه بدم. سلین، این کارا چیه میکنی تو؟ به خودت بیا. نمیشه هر باری که عصبانی میشی سر یه نفر دیگه خالی کنی. تو چت شده؟ اول یاسمین، الانم این دختره. بوی مامانم اومد داداش. تو بگو چی کار کنم؟ با دختری که یواشکی میره تو اتاقمون رو تخت مامان میخوابه، بعدش هم عطر رو میدوسه، چی کار باید کرد؟ سلین، من الان به خاطر تو اومدم اینجا، نه اون دختر. ظاهراً رفتارت از کنترل خودت خارج شد. اینجوری نمیشه. اگه لازم باشه باید کمک بگیریم، باشه؟ اگه میخوان بستریم کنین تیمارستان، پشیمون نیستم. لازم باشه بازم انجام میدم. باشه، بشین فکر کن، بعدا حرف میزنیم، باشه؟ بهتره به بابا بگی فکر کنه، نه من. چرت و پرت نگو، گفتم حرف میزنیم. تو هم مثل بابایی، فقط اشتباه همو میبینیم ولی خبر ندارین چی دارم میکشم. خدا ازت نگذره. چی شد؟ خانم محترم ببینم حالتون خوبه؟ فشارم. براتون آب بیارم؟ نه، باید یه جا بشینم پاهامو درست کنم. آی تو رو خدا کمکم کنی، سرم گیج میره، مدام اینجوری میشم. ای خدا، آی اینجا کجاست؟ آی بیا اینجا بشین. نه نه اینجا نه نه، بریم تو 5 دقیقه پامو درست کنم. آی حالم خیلی بده، گاهی اینجوری میشم، فشارم میفته. حتی بچه ها تو خونه؟ نه شوهر داری؟ آره شوهر داری. نه نه شوهر و بچه ندارم. نداری؟ پس بیا بریم 5 دقیقه پاهامو بذارم بالا تو رو خدا. خیلی خوب خیلی خوب، بیا بیا اینجا بشین. ای بابا من که دوز نیستم، دوتا کوچه اون ورتر میشینم، همسایه به حساب میای. یه دوغ با نمک درست کن حالم بهتر شه، پاهامو بذارم بالا. خیلی خوب باشه، بریم. ای وای خانم محترم، داری میفتی. زود باش یه دوغ با نمک برام درست کن لطفا. خیلی خوب باشه، برین تو تا نیفتدین. بری، خواهش میکنم، برین تو. کارش درست نبوده، اما مجازاتی که تو کردی خیلی سنگینه کازه. نمیخوام در این مورد حرف بزنم گزیده. اما میشه یه لحظه تنهامون بذارین؟ آره عزیزم، پس من میرم یه سر به سلیم بزنم بیام. بابا سرین، باید تاوان بیادبیشو پس بده، همین. حرف دیگه یم ندارم. بله اون مجازات میشه، ولی اون دختر چی؟ اون مجازات نمیشه؟ همه با هم دیدیم سرین چی کار کرد و دختره به چه روزی افتاد، غیر از اینه؟ آره بابا، ولی دختره عطر مامانو به خودش زده بود، همون بویی رو میداد که وقتی آخرین بار مامانو بوسیدم میداد. حتی آخرین شبی که مامانو دیدم هم همین بویو میداد. من با اون دختره حرف زدم، متوجه شده چه اشتباهی کرده پسرم؟ خودش خجالت زده است، از اون گذشته پشیمونم هست. ولی خواهرت پشیمونه؟ نه، اعصابش خرد میشه، سر زن برادرت خالی میکنه. اعصابش خرد میشه، سر دختر مردم خالی میکنه. و از همه مهمتر اینکه از هیچ کدوم اینا درس نمیگیره. بابا راست میگی، ولی یه دختری تو خونمونه که رو تخت مامان خوابیده و یواشکی عطرش رو به خودش زده و اون قرار امشب تو این خونه بخوابه، ولی خواهرم نمیتونه امشب تو خونش بخوابه. شریف خانم، علی قربونتون برم، راحت ما رو از خونه بیرون کردین. این واقعا انصاف نیست، ما هم یه حق و حقوقی داریم. این رفتارتون درست نیست به خدا، این همه سال مستاجرتون بودیم. چه حق و حقوقی داری؟ برید دنبال حق و حقوقتون ببینم. اگه پول داری برو یه وکیل بگیر. من دیگه نمیتونم با مستاجر در بیافتم. از وقتی بچه بودین تو این خونه نشستین، مادرت هر چی می‌خواست در مورد خونم گفت. حالا چی شد تو خونم یهو با ارزش شد؟ این خونه همیشه برام با ارزش بوده، من خودم اینجا بزرگ شدم، بابام تو این خونه بوده. چرا آزاری می‌کنی دخترم؟ مامانت پدر همه رو درآورده، بس که گفته تو ویلا میشینیم. تو هم برو با هم تو ویلا زندگی کنین. شریف خانم، تو رو خدا یه لحظه گوش کن ببین چی میگم.
شریف خانوم وایسا دیگه، میخوام یه چیزی بگم. وایسا شریف خانوم، فقط تو رو اینجا کم داشتم. خزان، این وسایل مال شماست؟ از اینجا برو. خزان شما هم پاشین برین خونتون، زشته به خدا. میدونم عصبانی هستی، میدونم ازم ناراحتی، ولی باید به حرفام گوش بدی. دوتای خوب منو سر کار گذاشتین، آفرین. بیا سوار ماشین شیم با آرامش حرف بزنیم، باشه؟ دستم زخمی شده، بهت میگم. خدا بد نده، ولی اصلا برام مهم نیست دستت چی شده. سوار ماشین چو برو. خب بگو، شاید بتونم یه کاری واسهت بکنم. تو کی هستی؟ تو کی هستی که بخوای به من کمک کنی ها؟ من از تو هیچی نمیخوام. بهتره بری دنبال یه همبازی دیگه بگردی. برو راحتم بزن. داستان چی؟ خزان داری زیاده روی میکنی. تو داری زیاده روی میکنی. تو این کاری که با من میکنی شوخیه یا بازیه؟ هرچی که هست واقعا مسخره است. برو پیکارت. چی شده خزان؟ تو کی هستی؟ اینجا چی کار داری؟ یاسی تو دخالت نکن. یاسین از آشنایت خوشبختم، ولی موافقم دخالت نکن. بچه پول دارون زبونتو میکشم بیرون. یاسین حرف خواهرتو گوش کن. تو هم بزن به چاک، برو. خیلی خوب، امروز میرم، ولی اینو بدون فردا باز برمیگردم خزان، باشه؟ راستی بچه پول دار دیگه دموده شده، یه چیز دیگه بگو. بینم این دیگه کی بود؟ آبجی اینا چیه؟ آی آی وای، دستگاه فشار خون نداری؟ نه نه، الان 9/6 اگه بگیری 100% همین. آی 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 آی، یواش یواش یواش، برو خدا خدا ازت راضی باشه. بده ببینم، نمیتونم بخورم. آخ میبینی چجوری چشم باز شده؟ آره یعنی تو اینجا تک و تنها زندگی میکنی؟ آره انگار من قبلا شما رو یه جایی دیدم، ولی کجا؟ دست درد نکنه. آی ببینم، چرا به من میگین شما کریم خانم جان؟ اسم منو از کجا میدونین؟ خب خودت به هم گفتی عزیزم، مثل اینکه حواس درست حسابی نداری یا مخفی زندگی میکنی. نکنی پلیس مولیس دنبالته ها؟ یادم اومد تو ویلا بودی. ویلا دیگه چیه؟ ویلا رو از کجا در آوردی؟ کاظم خان تو رو فرستاده؟ حرف بزن، کاظم خان فرستادت؟ از من چی میخوای؟ یه لحظه صبر کن ببینم. وایسا رو تو اونور کن ببینم. اونوری؟ آها، حالا اینوری به چرخو، به چپ چپ. آها کار خدا رو ببین. آی تو همون زنه نیستی اومده بودی عزاداری؟ تو رو خدا میبینی چقدر دنیا کوچیکه، چقدر. اون روز تو حالت بد شد و من به تو کمک کردم، امروز حال من بد شد و تو به من کمک کردی. آره کار خدا رو میتونی ببینی کریم خانم؟ یعنی اینا همش تصادفه؟ آره تو تصادفی اومدی اینجا. میشه گفت یه اتفاق خداییه. تو حالا رفتی پیش روانشناس؟ به نظرم حالتهای یکم عصبی داری یا من میتونم بفهمم. آره من دوتا کوچه اونورتر میشینم. من اون روز دلم خیلی برات سوخته بود، خیلی. کاظم خان خیلی تو رو ناراحت کرد، منم خیلی برات ناراحت شدم. این جیگرم داشت آتیش میگرفت، گفتم یعنی کاظم خان چه مشکلی با این خانوم داره. خیلی نشستم فکر کردم، خیلی. ببینم تو چه مشکلی با کاظم خان داری ها؟ تو اگه منو رو از کجا میشناسی؟
تو ویلا کار میکنی؟ دست درد نکنه، کار کدومه؟ من از خیلی وقت پیش میشناسمشون، یه آشنایی خونوادگی داریم. آخ ایسمیچ خانم عزیز، آخ خیلی زود رفت. آدمای خوب از دنیا زود میرن. وقتی شنیدم بدو بدو رفتم برای خاک سپاریش، بعدم رفتم خونهشون یه حلوایی چیزی بپزم. میدونی که رسم و رسومه دیگه، ما خونواده ایم، چی کار کنیم، همدیگر رو دوست داریم. یعنی صمیمی هستی؟ بله. بچه هارم میشناسی؟ تو بغل خودم بزرگ شدم. تو بغل شما بزرگ شدم؟ بله. خب تو تعریف کن، بگو تو از کجا این کاظم خانو میشناسی؟ گفتی هیچ بده بستونی هم با هم دیگه نداشتی، پس مشکلت با این کاظم خان چیه ها؟ بگو ببینم. اگه یه فرصت میخوای باز باید اعتماد منو جلب کنی، باید از خونوادم فاصله بگیری، نباید به بچه هم نزدیک بشی. با تو هم کریم خانم، مثل اینکه گوشت هم نمیشنوه ها. نه، میگم مشکل تو با کاظم خان چیه؟ ای بابا تو چرا من سوال میپرسی آخه؟ دوغتو خوردی، فشارت هم تنظیم شد. من یواش یواش راهیت میکنم، بلنشو خواهرم، بلنشو برو. خب داشتیم درد دل میکردیم، مثلا همسایه ای ما. من همسایه لازم ندارم، کارو زندگی دارم خانم، برو عزیزم. آره خب دوغو خوردم، خیلی حالم بهتر شد، ممنون. برو عزیزم، برو خواهرم. میبینی که دنیا چقدر کوچیکه، امیدوارم باز دوباره همدیگر رو ببینیم، اون وقت میشینیم یه چای دم میکنی و با هم میخوریم. دوغت هم خیلی کم نمک بود. تو اسم چی بود؟ صالح خانوم. صالح. آخ کاظم خان، آخ برای من نقشه میکشی. اینجا نون هست فضیلت، باید ببینی این نونو چجوری از دست این زن عصبی بکشی بیرون. مسئله مهم اینه، زن خیلی عصبیه، خیلی ناراحته. نه نتونستم با کاظم حرف بزنم، تو آنکارا مفصل حرف میزنی. مریض روحی پسر یعوضی، همیشه همین کارو میکنه. بعدم به زنگ میزنم. خسته شدم دیگه، احمق بیشور عوضی، دیگه واقعا از دستش دیوونه شدم. معلومه باز آقا سینان کار خودشو کرده که شروع کردی به خوردن آرام بخش. تو به جوی این که با من سر و کله بزنی، برو به پنجمین مامان جونم برس. هر بار با اون پسره یه بیفکر دعوات میشه، میای بحث مامان جونا این حرفا رو باز میکنی. مثل این که شوخیت گرفته، مامان جون دیگه کیه؟ تو منو مسخره کردی بابا. پردا دارم میرم آن. خوبه، سفر بهت خوش بگذره. کاظم هم قراره بیاد، اگه چیزی هست که باید بدونم مخفی نکن و به هم بگو. بگو اون پسر باز چی کار کرده، بگو چی کار کرده که برم یقه باباشو بگیرم. نه بابا جون، چیو مخفی کنم، هیچ اتفاقی نیفتاده. از یه کیف خوشم اومده بود، رفتم که بخرم، فروخته بودنش. هیچ مشکلی نیست. این پسر آخرش تو رو دیوونه میکنه، تو هم منو دیوونه میکنی. به عمو کاظم سلام برسی، ایشالله تو کار موفق بشه. خدافظ بابا جون. الان زوده، هر وقت من ازت خواستم باید بری یقش رو بگیری. این چه کاریه؟ مگه میشه کسی رو اینجوری بیرون کرد؟ ما رو بگو که به محل قدیمیمون افتخار میکردی. همسایگی مرده. انسانیت مرده یاسی، همسایگی که چیزی نیست. اجه دیگه تحمل این یکی رو نداره. چی؟ منظور چیه؟ چی شده؟ اجه چیزی شده؟ چیزی نشده، خونه رو آب گرفته بود، قصه میخورد. اگه به فهم اینجوری شده آبجی، یه راهی پیدا میکنی،
دیروز رفتم موتورم و بنزین بزنم، بالای پمپ بنزین دو تا خونه اجاره‌ای بود. پیدا میکنی؟ من اینجا به دنیا اومدم، همه یه عمرم، بچگی، بابا، بیا ببرم برسونمت ویلا. پسرم که تا اینجا اومده بود، یعنی منظورم اینه که مامانت اینا نگرانت نشن. آخ خزان، آخ 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 آخ. بیا بریم دخترم، بیا هر چی رو میتونیم ببریم خونه ما که اینجا گرد و خاک نگیرن عزیزم. دخترم ببینم به مامانت خبر دادی؟ مامانم چا برای موندن داره. نگاه کن اسرا، داره براشون حمالی میکنه بیشو. مامان اصلا ناراحت نشدی؟ این همه سال با هم همسایه ایم، حتی منم دلم براشون سوخت. همسایگیشون بخوره تو سرشون، از این بدتر بشن الهی. انگار خبر نداره چی به سرش اومده. آره، به چی نگاه میکنین آخه؟ همه فکر و ذکر مردم شده فضیلت، امروز فضیلت، فردا فضیلت. ماهی صابخونه رو دونه دونه میکنه میریزه زمین. آره راست میگه. خزان، با این حال مریض چرا داری خونه رو تمیز میکنی دختر؟ ها؟ تو اون ویلا چی شد که اومدی هرستو سر وسایل خونه خالی میکنی؟ حرف بزن بگو چی شد. میگفتی خرابه، آشغال دونی، تحویل بگیر. الان همون خرابه رو نداریم که بریم توش پناه بگیریم. خوشحالی الان؟ دختر چی داری میگی تو؟ گذاشته برای فروش؟ نگاه کن نگاه کن، خوش گیزه. دیدین دخترها؟ دیدین؟ بی خودی کشتی نگیر فضیلت، اون دردی که درود باز نمیشه. بیا بریم دخترها. آخ فضیلت، آخ آخ آخه این چه کاری بود کرد؟ تو فهمیدم رفتم پیش شریفه، ولی همچین پرش کرده بودن که گوشش بدهکار نبود. ولی تو هم بی تقصیر نیستی، یا خونه زنه رو به چه روزی انداختی؟ اون ویلا رو کردی تو چشم مردم، اون شکریه رو با خودت دشمن کردی، اونم رفته گذاشته کف دست صابخونت. کاری به این زنه نداشته باش، از خونه زندگیت آوارت کرد. شکریه، شکریه. چی کار کرد؟ توبه خدای بزرگ. شکریه. وای چه خبر شد؟ تو هم شدی آدم؟ اسمتو میذاری آدم؟ ظالم. بیا بریم عزیزم، ولش کن تو رو خدا، بیا بریم. تو رفتی پناهی نداشتم بابا، فقط یه خونه داشتم که دیگه اونم ندارم. خود خودش از دل من خبر داره، دروغ نمیگه.
حتی یه روزم لبم تو اون خونه نخندید، حتی یه روز، حتی یه روزم نتونستم بگم اینجا سرپناهم، ولی نتونستم. تمام روزایی که تو اون خونه داشتم سیاه و تاریک بود، برای همین مدام بهش میگفتم خونه خرابه، ولی نمیدونستم چقدر سخته بهناز. خیلی سخته، خیلی. گفتنش راحت فضیلت، یه پرنده بی پناه بودی، الان زدن پر و بالتم شکستن، معلومه که سخته. پرنده بی پناه بودم بهناز، نه؟ پرنده بی سرپناه. میخواستم یه سرپناه گرم داشته باشم، پرنده آواره. حالا دیگه واقعا آواره شده، واقعا. عزیزم، هنوز وسایلتو جمع نکردی؟ آها، اگه منتظری بابات حرفشو پس بگیره، باید بگم بعید میدونم. من بودم یه چمدون بزرگتر برمیداشتم. چی مثل چمدون بچه ها؟ میخوای پشت سرم آتیش بازی را بندازی یاسمین؟ داری دلمو میشکنی سلین. من واقعا پشیمونم. یعنی اگه میدونستم این کارو میکنی، امکان نداشت بهت بگم، اما حق با توه. حق کاملا با توه. بابا دختر خدمتکار رو به دختر خودش ترجیح داد. من بودم بیشتر ناراحت می شدم. یاووز، این واقعا داره میره. هیچ جایی نمیری سلی. برنامه امشب رو کنسل میکنم، میای پیشم. هیچی رو کنسل نکن داداش، من میرم پیش نیل. قربانی دختران فضیلت کنار هم. باشه. خیلی خوب، متوجه شدم. دوست داری پیش دوستت بمونی، ولی فقط یه شب، فهمیدی؟ من برادرت هم اجازه نمیدم بیشتر بمونی. سلین جون، هیچ فایده ای نداره. سلینو من میرسونم. آقا آیواز، اینو بذار صندوق. بله آقا، چشم. شبم هر وقت زنگ زدم جواب میدی باشه؟ باشه. وا، تغاری میره تعطیلات؟ پرت و پلا نگو. بی لطف تو. چی شده مگه؟ خیلی ازت ممنونم. خیلی ممنون که اون زن و دخترش انداختی به جونمون. خب بگین چی شده؟ مامان،
مامان، مامان، دلم میخواد برم خونم، میخوام برم خونم، نمیخوام اینجا بمونم. اصلا مهم نیست خونمون زشته پایین شهره، من میخوام برم خونه خودمون. مامان نمیخوام اینجا بمونم، بریم خونه خودمون. مامان ما دیگه خونه نداریم، چه دیگه ما خونه ای نداریم.